نمایندگان محترم، سناتورهای محترم، از اینکه یک بار دیگه در خانه دموکراسی ایتالیا هستم خوشبختم. بیانیه‌ای که الان آقای پاگانو از طرف اکثریت اعضای مجلس ایتالیا به من دادن، این بیانیه امضا شده نمودی هست از همبستگی ارزشمند مردم ایتالیا و منتخبین اونها با مردم ایران. این بیانیه با دفاع از حقوق بشر ایران و تاکید بر تأمین حفاظت مجاهدان لیبرتی سیاستی رو ترسیم میکنه که باید پیشاروی سیاست اروپا و جامعه جهانی در قبال ایران قرار بگیره. از طرف مردم و مقاومت ایران عمیق‌ترین تقدیرهام رو تقدیم نمایندگان محترم پارلمان ایتالیا میکنم. در مبارزه عادلانه برای دموکراسی و همچنین صلح و حاکمیت مردمی، خوشبختانه اکثریت قانونگذاران کشورهای اروپایی و آمریکایی در کنار مقاومت و مردم ایران هستند و این به راستی برای مردم ایران مایه پشتگرمی و به خصوص برای ملاها اصلا قابل تحمل نیست. نمایندگان محترم پارلمان ایتالیا، نزدیک به 2 سال پیش بر اساس توافق میان دولت دستشانده ملاها و سازمان ملل متحد، اعضای مقاومت از اشرف که به مدت 26 سال خودشون اون رو با هزینه و رنج و تلاش خودشون ساخته بودند، به طور اجباری به کمپ لیبرتی منتقل شدند. مطابق قول ملل متحد، آمریکا، اتحادیه اروپا قرار بود که اونجا در واقع یک کمپ ترانزیت موقت برای انتقال اعضای مقاومت به کشورهای اروپایی باشه. یعنی آمریکا و اتحادیه اروپا این قول رو داده بودند، اما متاسفانه این فقط یک وعده دروغ بود. بعد از گذشت نزدیک به 2 سال فقط 10% اونها به خارج از عراق منتقل شدند. در عوض دولت عراق بر اساس دستور ملاها کمپ رو به یک زندان تبدیل کرده برای مجاهدان، که حتی ملاقات وکلا، ملاقات اعضای خانواده ها با اونها و هر ناظر خارجی ممنوعه و ساکنان اونجا تحت یک محاصره پزشکی کامل قرار دارند. شمار زیادی از بیماران در اثر این محاصره پزشکی و کارشکنی های ضد انسانی توسط نیروهای عراقی جان خودشون را از دست دادند. از فوریه تا الان، بعد بهتون اطلاع بدم که لیبرتی 3 بار هدف حملات موشکی قرار گرفته و 10 تن از مجاهدان جانشون را از دست دادند. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و ملل متحد در جریان جابجایی اجباری مجاهدان اشرف بارها قول داد که حفاظت و امنیت مجاهدان رو تأمین و تضمین میکنه، اما متاسفانه این قولها زیر پا گذاشته شده. به این دلیل من اینجا دلم میخواد مجدداً هشدار بدهم و تکرار کنم که هر اتفاقی که برای مجاهدان لیبرتی بیفتد، قبل از همه دولت آمریکا و سازمان ملل متحد مسئولیت کامل دارن در مقابل اون اتفاق و اون فاجعه. اونها باید امنیت و سلامت مجاهدان لیبرتی رو طبق تعهداتی که به اونها دادن به عهده بگیرن و اون رو عملی کنند. و اینجا از دولت ایتالیا ما انتظار داریم که رهبری یک ابتکار رو در سطح اتحادیه اروپا به دست بگیره، به طوری که دولت عراق رو وادار کنه که الزام‌های حفاظتی لیبرتی رو تأمین و در اسرع وقت گروگان‌ها رو آزاد کنه. دوستان عزیز، کشتار در اشرف و لیبرتی اون روی سکه نقض حقوق بشر در داخل ایرانه. 4 ماه بعد از روی کار اومدن آخوند روحانی، الان شمار اعدام شدگان بیش از 400 نفره. سرکوب پیروان مذاهب مختلف و ملیت‌ها شدت یافته، اعدام و شلاق زدن در ملأ عام و بگیر و ببندهای گسترده جوان‌ها، اون هم به بهانه‌های واهی
به منظور گسترش جو رعب و وحشت در جامعه به پدیده روزمره‌ای تبدیل شده. من اینجا عکسی رو دارم از صحنه‌هایی که هر روز در تهران و در سراسر شهرهای ایران تبدیل شده به یک رفتار عادی، اون چه که در دوران روحانی افزایش پیدا کرده، و یا له کردن بشقاب‌های ماهواره‌ای به وسیله تانک‌ها برای اختناق و سرکوب هرچه بیشتر، هجوم آخوندها برای خرد کردن تجهیزات ماهواره‌ای و فیلترینگ سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی گسترش پیدا کرده. اما متاسفانه دولت‌های غرب در کشاکش بر سر برنامه بمب‌سازی رژیم، هم وضعیت حقوق بشر در ایران و هم وضعیت اضطراری در زندان لیبرتی و همچنین مداخلات مرگبار ملاها در منطقه رو یکسره به فراموشی سپردند. کافیست سیاست امتیاز دادن و کنار آمدن با آخوندها جای خود را به یک سیاست مسئولانه و قاطع بدهد. در اون صورت فکر میکنم روند اوضاع به کلی متفاوت خواهد بود. راه حل نهایی و قطعی ایران و راه مقابله با خطرات مبرم آخوندها در منطقه، حمایت از خواست مردم و مقاومت ایران برای تغییر رژیم دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران است. یک بار دیگه من در اینجا از منتخبان مردم ایتالیا و همچنین تلاش‌های همه شما در همبستگی با مردم ایران سپاسگزاری می‌کنم. پیشاپیش کریسمس و آغاز سال نو رو به مردم و منتخبان ایتالیا تبریک میگم. برای سال نو آرزوی صلح، امنیت و آزادی برای همه شما و برای همه مردم دنیا و همه مردم منطقه و مردم ایران دارم. با تشکر از همه شما.